Hey there again you guys, how are you doing today? I hope you're all doing better than ever. سلام رفقا، امیر هستم. خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امروز هم یه ویدیوی گرامری داریم. خیلی سریع به این جملات دقت کن. جملاتو ببین. An earthquake? That must have been terrifying. که واژه رو ببین. Must have been. We don't know for sure that Alex broke the coffee table. It might have been the dog. میگم مطمئن نیستیم که الکس میز قهوه رو شکونده باشه. شاید کار سگ بوده باشه. کار سگه بوده باشه. How did she fail that exam? She can't have studied very much. ببینید بچه ها، به must, might, can't, have، به اینا میگن modal verbs. Should, might, may، اینا همه modal verbن که هم تو زمان حال استفاده میشن، هم تو گذشته، هم تو آینده. امروز بحثی که ما داریم modals, deductions about the past، راجبه مدل‌ها که داره قیاس‌های در گذشته رو انجام میده، تو زمان گذشته رو انجام میده، امروز می‌خوایم بررسی کنیم قاطعیت‌هایی که تو گذشته. این به نظر من این اتفاق اینجوری بوده، ممکنه اینجوری بوده باشه، نمیتونسته اینجوری باشه، اینا رو می‌خوایم امروز با هم بررسی کنیم. بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. فقط لطفاً یادت نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین، لطفاً کانال رو به اشتراک بذارید دوستات. مراقب خودتون باش تو این شرایط امروز، اومیکرون نگیری و زنگوله رو بزن و لتس گو. خب اول میریم با must have شروع کنیم. یک توضیح مختصر داشته باشیم. We use must have plus past participle when we feel sure about what happened. گرفت. When we feel sure about what happened. میگه ما از must have به اضافه بخش سوم فعل استفاده میکنیم وقتی که احساس میکنیم مطمئنیم که چه اتفاقی افتاده بوده. خب چرا؟ must have میتونه مایت هاو هم باشه، ولی ماست قاطعیت داره، مایت شک داره. مایت یعنی ممکنه، می ممکنه، ماست یعنی باید باشه. You must go، تو باید بری. You should go، تو باید بری. You have to go، باید بری. ولی اینجا ماست رو ما استفاده کردیم، یعنی قاطعیت بیشتر، پس یه جورای مطمئنی. مثال رو ببین. The thief must have had a key. The door was locked and nothing was broken. میگه دزده باید کلید داشته بوده باشه، حتما کلید داشته. must have had a key. ببین بخش سوم فعلت باید بیاد. had. must have had. میگه که باید حتما کلید داشته. دور قفل بوده و دور. در قفل بوده و چیزی هم نشکسته. پس این آدم کلید داشته که اومده تو. مثال بعدی. Oh good. We've got milk. Carl must have bought some yesterday. میگه خیلی خوبه، ما شیر داریم. مثل اینکه شیر خیلی موزله، مثل این که کار must have bought. کار must have bought، حتما کارل شیر خریده یه مقداری دیروز. خب ببین must have bought، خب یعنی حتما کارل شیر خریده. ترجمه فارسیش دوز حتما کلید داشته چون که در قفل بوده و چیزی نشکست. خب خوبه شیر داری، مثل این که کار حتما شیر خریده دیروز یه ذره. همین سادگی. این ساختارا خیلی توی مکالمه ها میتونه استفاده بشه و شما ازش استفاده کنی. بریم سراغ ساختار might have or may have. جفتش اینه همه. may و might تو شکه، مطمئن نیستی. We can use might have or may have plus past participle when we think it's possible that something happened. میگه ما میتونیم از might have or may have استفاده کنیم به اضافه بخش سوم فعل وقتی که فکر میکنیم ممکن بود یه چیزی اتفاق افتاده باشه. پس داری فکر میکنی، مطمئن نیستی. مثال I think I might have left the air conditioning on. Please can you check. میگه که من فکر کنم I think I might have، ممکنه که کولر رو، air conditioning یعنی همون کولر رو بهش سیستم خنک کننده، سیستم تصفیه هوا که تو خونه هست ما بهش میگن کولر، بهش میگن air conditioning. I think I might have left the air conditioning on. فکر کنم کولر رو روشن گذاشتم. Please can you check. میتونی یه چک کنی، یه بررسی کنی ببینی که روشن هست یا نه. مثال دوم Police think the suspect may have left the country using a fake passport. میگه پلیس فکر میکنه که مزنون، the suspect. Police think the suspect. پلیس فکر میکنه که مزنون may have left the country using a fake passport. حتما کشور رو ترک کرده با استفاده از یک پاسپورت تقلبی. Okay, please think that suspect may have left the country using a fake passport. فکر میکنه که شاید مزنون، احتمال داره که مزنون کشور رو ترک کرده باشه با یک پاسپورت تقلبی. پس وقتی از may have یا might have استفاده میکنی به بخش سوم،
داری راجبه یه قضیه یه حرف میزنی و میخوای در واقع تفاوتش با ماست اینه که میخوای بگی آقا مطمئن هستی یا نه. وقتی می یا مایت میگه یعنی فکر میکنی، شاید ماست که میگی میخوای تاکید کنی و قاطعی. خب you must have had a key، تو حتما یه کلید داشتی که اومدی تو خونه من. ساختار آخر we can't have، sorry can't have or couldn't have، can't have or couldn't have. We use can have and couldn't have plus past participle when we think it's not possible that something happen. میگه ما از خیلی جالب شد. ما از can't have و couldn't have استفاده میکنیم مثل بخش سوم همشون که بخش سوم. خب وقتی که فکر میکنیم ممکن نیست چیزی اتفاق افتاده باشه، بعد توضیح داده. ببین ما از can't have و couldn't have استفاده میکنیم وقتی میخوایم بگیم نمیتونسته اینجوری باشه، نمیتونسته این اتفاق بیفته، نمیتونسته اینجوری باشه، حتما نمیشده. بریم مثال داشته باشیم. ببین she can have driven here، her car keys are still here. بخش سوم drive driven. خب she can have driven there. نمیتونسته به اونجا رانندگی کرده باشه. her car keys are still here، میگه کلیدای ماشینش هنوز اینجان، پس نمیتونسته که اونجا تا اونجا رانندگی کرده باشه. چجوری میخواد به وقت کلیدش اینجاست. I thought I saw Adam this morning but it couldn't have been him، he is in London this week. میگه که من فکر کردم آدم رو دیدم this morning، امروز صبح، ولی it couldn't have been him، نمیتونسته اون باشه، نمیتونسته اون بوده باشه. چرا؟ چون اون این آخر هفته، اون این هفته لندنه، پس اونجا نیست. پس میگه من دیدم شبیه آدم بوده، نمیتونسته آدم باشه. اینجا to be استفاده شده. بخش سومش چی میشه؟ اما ایز و آر میشه been دیگه. she has been، I have been، it couldn't have been him. خب وقتی داره راجع به یه چیز نامشخص صحبت میکنه خیلی جالبه، اینجا از it استفاده میکنن. it همون برمیگرده به he، یه مردی رو دیده فکر کرده آدمه، ولی داره میگه it couldn't have been him. بعضی اوقات از it به عنوان ضمیر برای اشخاص استفاده میکنن تو این شرایط، مثلا پشت تلفن که همیشه ایته، it is امیر، who is it، کیه داره حرف میزنه، it's امیر talking. نمیگن who are you، who is she، or who is he، who is it، کی داره حرف میزنه. اینجا هم جالبه که از it هست، ولی he هم میتونی بگی، he couldn't have been him، ولی میگن it couldn't have been him، he is in London this week. خب بچه ها رسیدیم به پایان ویدیو، امیدوارم لذت برده باشید، امیدوارم توضیحات کافی بوده باشه، امیدوارم که خسته کننده نبوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید که خیلی به ما کمک میکنه، برای شما زمانی نمیبره ولی برای ما خیلی کمک کننده است، انرژی دهنده است. و لایک هم یادت نره چند بار کامنت بذار، کامنت انگلیسی بذار حتما، که ثابت نپره زنگوله رو بزن و منتظر ویدیوهای بعدی هم باش. تیک کیر، خواستم بگم لیتس گو، تیک کیر.